محمد رسول الله الله عز وجل فرمان داعيا الى الله دعوتهم درس طرف الله باذنه اجازه دعوت برای امت اسلام برای همیشه از جانب کی آمده؟ الله. از جانب الله. از اونایی که میخوان دعوت بدن کار را یاد بگیرن، اجازه نیاز نیست، نیازی به اجازه ندارم. این اجازه از جانب کی عنایت شده؟ الله. اون کسی که آسمان مالونه، اون ذاتی که زمین مالونه، اون ذاتی که انسان ها برای اون هستن، اون ذات اجازه داره به نبیش و نبی به امت. اجازه نبی و بلغو عنی ولو آیه، از من برسانی اگر چی یک سخنی باشه. اونا بگیم حدیث پیامبر توجه بکنن مسلمان ها، که برای این کسی که مبلغ دین باشه اخلاق مسلمانی را تعلیم بده به دیگران نشان بده، اعمال اسلامی را به دیگران نشان بده، لازم نیست که حتما باید در یک سطح عظیمی از علم قرار داشته باشه. نه، صحابه این طور نبودن، بلکه به محض این که اونها از مجلس رسول خدا چیزی یاد میگرفتن به دیگران میرسن. اما اینجا هم توجه کنید، کسی که میخواهد داعی دین بشه، کسی که دعوت دین انجام میدهد بهش حلوا نمیدن، حلوا پخش نمی کنن. دنیایی که ما در اون زندگی میکنیم این طوره. حتی به حضرت رسول صلی الله علیه و سلم هم وقتی دعوت را شروع میکنن 13 سال در مکه کسی از اون استقبال نمی کنن، مگر چند نفری، عده خیلی کمی. اونها که قبول می کنن باید هجرت کنن. از مهاجرین 2 جماعت، جماعتی که به حبشه هجرت کردن، جماعتی که به مدینه هجرت کردن و جماعتی که هم به حبشه و هم به مدینه هجرت کردن فقط به خاطر دعوت. این که اینها پیام خدا را برسانن مجبور به هجرت شدن. بس امروز ما اینه که در ادای این رسالت، در حفاظت این رسالت، در رساندن این رسالت، یاران قرآن خود را فدا کردن. از این جهت بر ما مسلمانان لازمه که اونها خودشان را قربان کردن تا ما مسلمان بمانیم، تا ایمان به ما برسه، تا اسلام به ما برسد. اونها خودشان را قربان کردن و ما هم به اونها اقتدا کنیم. اون حضرت صلی الله علیه و سلم می فرماید ان الله اختارنی و اختارنی اصحابا و اختارنی منهم اصحابا. خدا من انتخاب کرده و برای من یارانی هم انتخاب کرده. در میان یاران من کسانی هستن که ام نسبا و هم سهرم به من متصل میشن. اون انسان هایی بودن که فرزندان حضرت رسول بودن، اهل بیت رسول خدا بودن و کسانی بودن که پیامبر داماد اونها بود، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم دختر اونها را به عقد نکاح خودش در آورده بود. اینها همه انتخاب الله بودن. اگر دختر ابوبکر صدیق، ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها انتخاب میشه به عنوان همسر برای رسول الله، این انتخاب الله است. انتخاب الله. یا اینکه حضرت حفصه انتخاب میشه، یا حضرت خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها، اینا همه از جانب الله است. از جانب الله. فمن حفظ من فیه حفظه الله. هر کسی که آبروی من را در باره یاران من حس کنه، محترمانه با اونها برخورد کنه، اون را خدا حفاظت می کنه. و من آذانی فیهم آذاه الله. هر کسی در مورد یاران من مرا اذیت می کنه،
শুভরা আজি আসলি বলা আল্লাহ কি زمانی که بر علی رسول خدا دراز میشه، دستی که بر علی رسول الله صلی الله علیه و سلم بلند میشه، اون دست رو کی مطلع کنه؟ الله. کی مطلع کنه؟ الله. حبت یادا علی لحبه و تب سوره قرآن آیه قرآنه که کسانی گستاخی میکنن